گرمه، همیشه هم اینو میگم ولی خیلی گرمه. دارم بخواد اینم درارم. آها، من این سری هنگوورم. ببین واقعا نمیدونم بعد از چند وقتی شب مشروب زدیم. آخ 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 آخ، اوضاع خیته. صوباش خیلی عجیبه، صوبای چیزی. میدونی بزرگترین سوالم چیه؟ اینایی که نانستاب تو اشغال هستن، اینایی که ول نمی کنن اشغالو، مثلا هر روزش همینه، هر روز مشروب میخوره میگه گوه خوردم دیگه نمیخورم، گوه خوردم من دیگه بمیرم لب بفهم. خب پس چجوری میشه دوباره میخوری که دوباره شبش میری مست میکنی؟ دوباره همون سیستمه که ما یه بار اینجوری میکنیم پدرمون در میاد. دو روز باید تو ریکاوری باشیم. البته میدونی یه فکتی هست، میگن که 20 روز، یه قانون 20 روزه است، 40 روزه است، هم چیه؟ تو 20 روز یه کاری رو انجام بدی دیگه انجام میدی. حالا این کاره میتونه مثبت باشه، مثلا بری باشگاه. بعد آخ آخ، من تایر ماشین هم فکر کنم داستان داره. اینو چه چیکار کنیم؟ مثلا بریم باد بزنیم بعد بریم دیگه. اگه باز باشه، امروز هیچ جا باز نیست که. بدبختی شد. چی داشتم میگفتم؟ آها، این قانونه این شکلیه که تو یه کاری رو انجام بدی دیگه انجام دادی دیگه، اون 20 روز ادامه میدی. میتونه مشروب خوردن باشه، بدنت بهش عادت میکنه، یعنی دیگه اون حالت قبلی رو نداره. میتونه باشگاه باشه. حالا دقت کردی؟ مثلا مربی ها تو 20 روز یه ماه که تمرینی رو انجام میدی تمرینتو عوض میکنن. چرا؟ به خاطر همین داستانه دیگه، برای اینکه بدنت به اون تمرینه عادت نکنه. یعنی تا میاد بدنت به اون عادت کنه عوض کنه. حالا کاری نداریم، مثلا نمیخوایم وارد این داستانا بشیم. فردای هنگووری یه حال کثافت، فردای هنگووری که نه، فردای اون روز که هنگووری یه حال کثافتی داری. یعنی نمیدونم، خب باید برسی به خودت دیگه. یعنی اون شب که ریدی، این که هیچی، به نظرم فرداشم برین ولی با مشروب خوردن نه، یعنی مثلا با غذا و اینا به خودت برس دیگه. هر چی میخوای بخور، هر کاری میخوای بکن دیگه، پس فرداش دوباره برو سراغ سیستم اصلیت. چون همشون مثلا میگن ما ویکندا مثلا پارتی میکنیم و اینا، و شغل یکی مثل من اصلا ویکند و غیر ویکند نداره. من باورت میشه بعضی روزا نمیدونم چند شنبه است. بعضی روزا چیه؟ من همین امروز نمیدونم چند شنبه است. یعنی فقط از روی ضبط پلنت و اینا بعضی موقعا میفهمم که اوکی، امروز چون پلنت رو ضبط کردیم پس چهارشنبه است، یا مثلا امروز داره پلنت پخش میشه پس جمعه است. وگرنه حالت نرمال من واقعا نمیدونم چند شنبه است. دلیلش هم اینه که تو وقتی کارت دست خودته، حالا این هم خوبیشه هم بدیشه. خوبیش اینه که دست خودته دیگه، هر موقع میخوای کار میکنی، هر موقع میخوای کار نمیکنی فلان و اینا. بعدیش چیه؟ یه بعدی داشت. آها، بعدیش هم بی برنامگیته دیگه. تو یعنی چی؟ اصلا نمیدونی چی به چیه. از اون حالت ارگانایزد بودنه، نمیخوام اینو بگم دیگه، این کلمه چیزش، رو برنامه بودنه خارج میشی. الان منو حواست بهم باشه دیگه، تو رو قرآن قور نزن. الان من مغزم اصلا درست چیز میکنه. اگرم اومدم دنبالت بریم یه دور بزنیم این سری، چرا؟ چون دوباره یه دونه خاطره سمی آدم اومد، اونو میخوام برات تعریف کنم. ولی قبلش واقعا دوست دارم برسم به این لاستیکیه ببینم به چخ نریم. چقدر راه هست. ای بابا، اینم که عزیزم چطوری؟ جواب کدوم بنده خدا رو؟ ندیدم. اینم الان گوشیم چیزه، چون تایر ماشینم اوضاعش بده، دارم این پایین خونه میگردم اینم یه جا هست اینو باد بزنه، چون خابیده.
آره آره ببینم این الان اوکی بشه، من خلوته 5 دقیقه دیگه میرسم بهت. آره آره میام قربونت خداست. چجوری 5 دقیقه دیگه میرسم بهت؟ واقعا این چه دروغیه ما به هم دیگه میگیم؟ هر کیو میبینی یارو حمومه، تو حموم داره خودشو میسابه، الان میام سر 4 هم بیا پایین، یا نرسیده اصلا از خونه راه نیفتاده بیاد بیرون میگه بیا پایین. چجوری بیام پایین اصلا تو نرسیدی هنوز؟ آها خاطر بذار خاطره رو بهت بگم دیگه، ولش کن. این تایر مایره رو پیدا شد میزنیم، نشدم ماشین پنچر میشه دیگه، یعنی پنچر نمیشه، لاستیکش به چخ میره، همینجوری داریم ویدیو هم میگیم، خاطره میشه دیگه، نیمه پر زندگی رو باید نگاه کنیم. خاطره دوباره من برات گردونم به همون دوران کثافت امارات و دبی و اینا. من اینا رو میگم ببین به خاطر اینکه اون تایم بولد زندگی مثلا تینیجری و اوایل دهه 20 زندگی من خب اونجا بوده دیگه. یکی میاد میگه بابا تو چرا اینقدر از اونجا تخ؟ خب من خاطره بولد دیگه‌ای دوره های دیگه زندگیم ندارم که بگم. همه اتفاقای عجیب غریب توی اون 5 سال برام اتفاق افتاده، دقیقا از 18 سالگی تا 23 سالگی گل سرسبد خاطرات دیگه، یعنی اون جایی که دیگه رد دادی اصلا کلن زندگی رو به یه ورد گرفتی اون سنه، قبلش که بچه اصلا نمیفهمی داری چیکار میکنی، بعدش هم که دیگه یه ذره موقع خودتو جمع کنی. خلاصه اینجوریه، تو که میدونی، اگه نمیدونی هم بدون که من دیوونه پوکرم، یعنی میمیرم برای پوکر. مثلا واقعا دوست داشتم یه سری ویدیوهای اونجوری درست کنم، متأسفانه نمیدونم قانون یوتیوب و اینا رو نمیدونم، یهو میگم تبلیغ قمار ممار نباشه و اینا، حالا نمیدونم اونو بلش کنم، اونو بعدا اگه خواستم درست کنم میگم. ولی خلاصه من خیلی پوکر دوست دارم اینجوری بهت بگم. بعد لاستیکی هم بسته است، به گا رفتیم. یه بار ما خونه یکی از بچه‌ها بازی گذاشتیم، خونش کجا بود؟ برج خلیفه. آقا بعد برج خلیفه و برج العرب و یه سری ها با هم قاطی میکنن و برج خلیفه اون درازه است که خیلی بلنده، بلندترین ساختمون جهانه و فلان و اینا، برج العرب اونیه که شکم داره کوتاهه، یعنی سیستمش فرق داره، اون رو آب جزیره طوره. دیدم هی نوشته بودن نمیدونم این موزیک ویدیو کوروشینا اومده بودن یه سری ها گفتن اینا رفتن رو برج خلیفه ویدیو گرفتن و اینا فرق داره سیستمش با هم دیگه، اون یه چیزه یه چیز دیگه است. حالا کاری نداریم، الان اصلا جغرافیا نیستش که، اینو میخوام بهت بگم. آقا ما خونه یکی از دوستامون برج خلیفه بود، طبقه مثلا 60 70 گوش کن آقا، گوش کن خاطره از اون خاطره سمیاست. آقا این دوست بعد تو وقتی خونت برج خلیفه است یعنی اوضاع خوبه، یعنی پول هست، میدونی چی میگم؟ داستان از اینجا شروع شد که این رفیق ما، خب ما هی بازی میذاشتیم دیگه، مثلا خونه من میومدن خونه اون میومدن، همینجوری بازی میذاشتیم، کلا بازی میکردیم. یه بار این گفت آقا بلند شیم بیای خونه ما، همینجوری خودمونیم، کسی هم نیست، مثلا 7 8 نفر بازی کنیم. اون روز قرار بود یه فوتبالیست خیلی معروف که دوست یکی از دوستای منم بود با اون بیاد، با دوستان نمیخواست پوکر بازی کنه، یادم هم نیست، شاید هم بازی کرد، گفت میخواد بیاد و اینا. آقا این اومد، بعد ما 7 8 نفر شدیم و دیگه میز و چیدیم و شروع کردیم بازی و فلان و اینا. آقا این دوست ما 200 درهم باخت. ببین خنده داریش میدونی چیه؟ خنده داریش اینه که مثلا اون خونه سالیانه 200 هزار درهم، اون موقع البته الان بیشتره دیگه، 200 هزار درهم که میشه نزدیک مثلا 80 90 هزار دلار پول اجاره اون خونه هست. خب یعنی تو توی خونه ای که به طور متوسط ماهی 4000 ماهی 8000 دلار فکر کنم میشه دیگه تقریبا، آره به طور متوسط توی خونه ای که ماهی داری 7000 دلار توش پول میدی، برای اینکه یعنی پول رنتشو داری میدی، یه بازی گذاشتی توش 200 درهم باختی. 200 درهم یعنی چقدر؟ یعنی 90 دلار، یعنی 70 دلار، 90 دلار هم نه، کمتر اصلا، 60 70 دلار باختی. آقا اینم یه ذره
رد داد و رد دادنه یعنی شوخی ها، منظورش این نبود که مثلا جدی قاطی کنه و اینا، چون مثلا خنده داره تو اون اشل مثلا 90 دلار واقعا پولی نی. بعد رد داد یهو رفت از توی چیز آشپزخونه‌اش، از این چیزا هست میزنیم کپسول آتش نشانی، آتش فشانی، آتش فشان که یه چیز دیگه است که آتش نشانی ها، آره از اونا میزنی، نمیدونم چیزه اینو نمیدونم تا حالا زدی یا نه، حالا نزنی ها. من فکر میکردم این آبه، یعنی اینو میزنی خب مثلا یه جای آتیش گرفته آب میزنه روش خاموشش میکنه، آب نیست اصلا، یه چیز سفید پودرتوره، اصلا یه چیز عجیب غریبیه. آقا اینم یهو رد داد اومد پرید رو میز، گفت من باختم، من اعصابم خورده، اینو میزنم. اینو زد. ببین این آیتمای مثلا مستر بین، مثلا لولر، ای بابا حالا من مجبورم این کلمه رو بگم، رولم میزنه، لورل هاردی، مثلا اونا دیدی میزن صورتشون سفید میشد و اینا، به جون مادرم به خدا دروغ نمیگم، اینو زد. ببین هفت نفر سر میز بودیم، هفت نفرمون سفید شدیم، میز کامل سفید شد، ریخ رو این چیپای پوکر رو، و حالا فکر کن فوتبالیست استرس فلان و اینا، نمیگم کیه، دوست دوستای ما هم نیست، حالا یکی میاد میگه سعید عزت اللهی، نه و مثلا ما سعید عزت اللهی رو نمیشناختم، یعنی ما کلاب هاوس و اینا با هم رفیق شدیم، نه نمیگم. او رفتیم تو تونل، نه حالا صدا میاد بیا اوکی. آقا ما شروع کردیم چیز کردیم، این پسر استرس گرفت چون آژیر برج خلیفه صداش در اومد، یعنی یه چیز عجیبیه دیگه، چون تو وقتی اینو میزنی انگار که آتیش گرفته، تو سیستم اونا یه تیک میزنه که آقا واحد مثلا 6903 داره آتیش میگیره، به خاطر اینکه از این استفاده کردن، برین ببینین چیه داستان. ببین تو باور بذار نور بیاد یه تیکر رو برات تعریف کنم، یه دقیقه وایس اصلا حال نمیده تو تونل، این آدرس رو بزنم بابا، یه خونه من زده بود 10 دقیقه، چرا این یه رو اومدیم شد 9 دقیقه، ای بابا. حالا اوکی خب داره نور میاد دیگه. ببین اصلا اغراق نمی کنم بهت بگم، 3 دقیقه بعد، 3 دقیقه بعد از این موضوع 4 نفر با کت شلوار اومدن دم در، اومدن دم در و گفتن که سیستم چیه و کی چی کار کرده اینجا اینجوری شده و اینا. حالا هیچکی هم گردن نمیگیره اصلا، یعنی جرمه کاری که تو کردی، وقتی خونت آتیش نگرفته چیز کردی، یعنی رسما جرمه، میتونه پلیس مثلا اذیت کنه. آقا این رفیق ما هم رفت گفتش که چیز شده، اینجا آتیش گرفته بوده، من دیدم زغال داره میسوزه، اینو زدم که مثلا جلوگیری کنه از زغال و اینا. بعد یارو گفت اه کو؟ گفت چی کو؟ گفت مگه نمیگی زغال میسوزه؟ کو؟ بعد آشپزخونه مثل ما تمیز، اصلا من نمیدونم چرا همچین دروغی از خودش در آورد، انگار همین الان آشپزخونه رو ساخته بودی. یارو رو بعد به اینا میگن CID، مثل FBI، به اینایی که تو اماراتن چیزن میگن CID، حالا نمیدونم مخفف چیه، هم قشنگ همشون هم اینه منین بلکن، لباسای مشکی فول فلان و اینا میان، یعنی اونا اومدن دیگه بدون اوضاع بده دیگه، یعنی باید واقعا گوزو بدی قبضو بگیری. بعد اتفاقی که افتاد دقیقا همین بود که یارو اومد گفتش که اینجا هیچی چیز نشده، برای چی چیز کردین؟ همینجا وایسین، از هد آفیس داره آدم میاد برای که اینجا رو چی میگن بنویسه، که دقیقا گزارش رو بنویسه که چی شده. آقا اینو گفت این پسر فوتبالیسته جفت کرد، گفت آقا من اگه میشه چیز کنم، بعد داشت با یه تیم مهمی هم قرار داد میبست و اینا، نمیخواست اصلا یه خود تو خبر مبر و اینا بره که سر میز پوکر مثلا فلان و اینا گرفتن، خیلی یه جوریه دیگه آمار آدم چیز میشه. بعد ببین من با اون با یک با دوستش سه نفری از طبقه 60 برج خلیفه، ببین باورت نمیشه، از طبقه 60 برج خلیفه پیاده پلا رو رفتیم پایین. چرا پیاده؟ شاید برات جالب باشه،
به خاطر اینکه این اتفاقی که افتاد تو واحد دوست من تنها باریه، یعنی به جرئت میتونم بهت بگم تنها باری، حداقل تا اون سال، چون قبلش این اتفاق نیفتاده بود، تنها باریه که برج خلیفه آسانسوراش به مدت 10 دقیقه خاموش شد. بلندترین ساختمون مسکونی دنیا رو این ابله به خاطر 200 درهم باخت تو پوکر آسانسوراش رو قطع کرد. اصلا میفهمی دارم چی میگم؟ یعنی خیلی اتفاق عجیبی ها، ساده ازش نگذر. اینم که خب وقتی قطع شده بود این پسرم خب ترسه بود و فلان میان هممونو میبرن، یعنی اصلا شوخی نداره این داستان و اینا. گفت بریم تو رو خدا یه جوری من برم هتل مثلا فلان. گفتم باش بریم. 60 طبقه رو داداشت با این دوتا پیاده رفت پایین. نکته جالبشو بهت بگم، رسیدیم طبقه 1، باید میرسیدیم جی دیگه، رسیدیم طبقه 1، من دیدم تمام درا، یعنی از تو راه رو که میخوای بری بیرون کارت میخواد، یعنی مثلا اگه ساختمون داره میریزه تو اونجا باشی کارت نداشته باشی تو همون راه روه زنده به گور میشی، چون نمیتونی ازش بری بیرون. این نمیدونم چه باگیه. بعد این پسره من ستاگه داشتیم رفتیم، من طبقه 1 دیدی چی داره، پاگرد داره دیگه، پله یه حالت اینجوری داره میره پایین، پاگرد طبقه 1 به جی که بودم دیدم یه یارو داره چیزو زد، کارتو زد، رفت تو، یعنی رفت تو لابی، دره داره بسته میشه. ببین من 8 پله رو پریدم جدی، من یعنی یه حالتی بود که واقعا داشتم زانومو از دست میدادم، دستم و این کارت اینجوری کشیدم لای در که این بسته نشه دیگه، یعنی دستم موند لای در که این دره بسته نشه. همونو با این دوتا رفتیم بیرون. بعد حالا پایینم ایسکاش کرده بودیم و اینا، چون بعد بالا مثل که اومده بودن صحبت کرده بودن، یه سری ها رو مثلا چیز کردن نشونده بودن به عنوان شاهد و اینا که تعریف کنیم مثلا جاکیشو چیکا داشتین این پایین میکردیم کلان که اینجوری شده بود و اینا. بعد ما هم با این پسره خب مثلا شوخی داشتیم و اینا، چون استرس گرفته بود زیاد، رنگش پریده بود. بعد میگفتیم که من گوشی رو برداشته بودم، بعد اون دوستم میگفت مثلا اینا اذیتش کن پایینه مثلا فلان و اینا. گفتم ببین میگن که 3 نفر رفتن، یکیشون هم سلبریتیه، فکر کنم تو باید بری بالا. بعد گفت نه تو رو خدا من اگه برم بالا مثلا چیز. گفتم حالا بذار بریم صحبت کنیم چه اتفاقی میفته. خلاصه یه ایسکا اینجوری هم از اون بیچاره گرفتیم، چیز شد، استرس گرفته بود و اینا. ولی چقدر هم بچه مشتی یا واقعا، حالا اگه درست داره اینو میبینه خیلی بچه مشتیه، ولی خب اون موقع خیلی حال داد، اذیتش کردیم. بعد آها اینو بهت بگم بابا، همه اینا رو گفتم به اینجا برسم. از برج خلیفه که اماره، یعنی اون ساخت چی میگن، شرکتی که کلا برج خلیفه و اینا رو میسازه و یکی از خفن ترین شرکت های دنیاست که تو الان استانبول هم هست و همه جا داره چیز میکنه، چه پارک کنم، اماره. از امار مسیج اومد برای دوست من که تو 48 ساعت فرصت داری کلاس ایمیلو ببین، یعنی ببین باید کی باشی همچین ایمیلیو بگیری. گفت 48 ساعت فرصت داری تا برج خلیفه رو تخلیه کنی واحدتو، این که هیچی، یعنی میری وسایلتو میبری. به هیچ عنوان تو هیچ کدوم از ساخته های امار به عنوان مهمونم نمیتونی بری، یعنی بن شد، یعنی این آدم بن شد برای اینکه هر کدوم از امارها رو میخواست بره چیز نکنه. بعد فکر کنم 2 سال بعد از بند در میای، ولی 2 سال نمیتونی بری. نکته جالب این بودش که این آدم، ببین میگم بعضی موقعا واقعا حسودی میشه بعضیا، اینقدر زندگی به تخمشونه، جدی. این آدم موقعی که این ایمیلو گیره، ببین من باشم خالی میکنم، میرینم میگم یعنی اصلا با چیکار کنم. خب این ایمیلو که گرفت برا من فوروارد کرد با عکس از تیکتش به تهران، گفت پاشا من رفتم تهران کلیدم دست تو دیگه، ببین هر مثلا این چیزایی که اینجا سو هر کاری می‌خوای بکنی مثلا بکن و اینا رو بفروش، بده به این بده به اون فلانه. منم گفتم من اصلا کجا میری، من چیکار باید بکنم تنها اینجا؟ گفتم حالا مثلا من برم دیگه اینجا نباشم، چون داره دبی اذیت هم می‌کنه. گفتم آخه آره، چون مثلا تو خیلی بیگناه داشتی زندگی تو می‌کردی، یهو دهنت سرویس شد دیگه، خودت که کرم نبوده که. خلاصه این بلیط گرفت رفت ایران و اون خونه اونش هم جابجا کردیم، یعنی بعد که برگشت رفت یه جای دیگه زندگی کرد و اینا. ولی این یکی از عجیب ترین اتفاقا، نمیدونم چرا اینو من یادم رفته بود، این خیلی خاطره عجیبیه.
من هنوزم که دارم فکر کنم خیلی با دیتیل نگفتمش، یعنی ریزکاری خیلی داشت. منتها میگم هنگوبرم، قهوه‌م نزدم، یه رایدنتا که خیلی سریع هم خواستم بگیرم، فقط یه صحبت ملو کنیم تمومشو بره. منم باید دوشنبه ها بیام دنبالت. الان چهارشنبه شد، عرفانم اومده. آها بذار اینو بگم. ببین عرفان که میاد، من یه کاراکتر جدیدی برام باز میشه، یعنی اون پاشایی که داره اینجوری میره اون کنار، این یه کاراکتر جدیدی بغل وا میشه به موازی این میره جلو. الان اون پاشا رو تو چند تا ویدیو آینده هی میبینی، چون با عرفان ویدیو میگیرم. بعد احتمالاً چیز کنم، بگم یه سری وایس بفرستین، حالا چیزشو موضوعشو میگم چیه، توی تلگرام. بیا تلگرام، تو همین دیسکریپشن هست، اونجا امروز فردا یه دونه چیز میذارم که وایساتون رو بفرستین، یه ویدیو اونجوری بگیریم با هم دیگه. بعد چنل رو هم اگه سابسکرایب نکردی سابسکرایب بکن، به خاطر اینکه 30 بشیم دیگه. الان فکر کنم نزدیک 28یم، 30 بشیم خیلی حال میده. بعد همین دیگه. آها مومو ببین چطورم. کلاس مثلث رو داری یا نه؟ متساوی الساقین کیم؟ مراقب خودت باش، خیلی نمیخوام اذیت کنم امروز، در حد همیه چیل. او آدم سکنم. بعد ما باید موزیک هم گوش کنیم، میدونم، منتها من چون سه تا از رایدن تا کام به خاطر کپی رایت اذیت شد، گفتم بذار حالا یه ذره با هم حرف بزنیم، حالا موزیک هم گوش میدیم بعدا، شاید هفته بعد. یه سری موزیک هم برام بفرست تو تلگرام، دیدی نمیخواد یارو بره. بعد چیز کن چیکنم مالا باش. قبول داری سویچ هم نیست یا نه؟ موزیک بفرست، مراقب خودت هم باش. سلامم برسون.